بسم الله الرحمن الرحیم و با نام و یاد خداوند مهربان سلام و صد سلام خدمت تمامی شما بیننده ها و همراهان خوب مکتب تمدن باز هم تشکر که برنامه خودتون را انتخاب کردین موضوعات از بیولوژی سنف 11 هم را با همکاری هم دنبال میکنیم دوستای گلم رسیده بودیم به فایلم آرتروپودا و سنف حشرات بیاین بریم جزئیات بیشتری در مورد سنف حشرات و یا هم کلاس انسکت ها بیشتر بدانیم خب دوستا شروع میکنیم از سنف حشرات یک معرفی کلی در جلسه قبلی از سنف حشرات داشتیم که به نام انسکت کلاس هم یاد میشد خب دوستا تصویر رم که مشاهده میکنین انواع مختلف از حشرات رو میتونین ببینین خب دوستا اولین نمایندهشان را به نام گراس هوپر که در کتابتان هم به همین نام ذکر شده و یا هم ملخ معمولی را میخوایم بفهمیم در مورد بدنش ساختمان های خارجی و داخلی مرتبط به بدن ملخ معمولی خب دوستا ساختمان خارجی بدن ملخ را مشاهده بکنیم خب ما در اول براتون گفتم که بدن آرتروپودا ها از قطعات و یا قسمت های مختلف تشکیل شده که عبارت از سر، سینه و همچنان شکم بود در نزد ملخ های معمولی خود قسمت سینه دارای سه قسمت جداگانه دیگر هست یعنی قسمت پیش روی، وسطی و آخری و یا هم پروتوتوراکس، میتاتوراکس و یا هم میزوتراکس هستند که این اسامی در کتابتان هم ذکر شده خب دوستا شما میتونین ببینین این قسمت سر ملخ هست این قسمت قسمت سینه ملخ ها و همچنان این قسمت شکم ملخ ها قرار داره که در حقیقت بالها و های ملخ در قسمت سینه متصل می باشه. خب دوستا گفته در هر قسمت سینه یک جورا پاها داره که ما در این تصویر دیدیم پاهاش در قسمت سینه وصل هست در وسط و حلقه آخر بالهایش وصل است که قسمت بالهایش را یا وین که به معنی بال هست را این تصویر برای ما نشان میده خب دوستا هم تصویر بعدی از ملخ و همچنان آناتومی داخلی بدنش را هم براتان نشان داده در ای قسمت قسمت های خارجی بدنش را میتونین ببینین در این تصویر میتونین آناتومی داخلی بدنش را ببینین خب دوستا شکم ملخ از بندها تشکیل شده خب بعد در اول براتان گفتم آرتروپودا میخوای حیوانات را مطالعه کنه که بدنشان از قطعات مختلف یا از بندها تشکیل شده بنابراین شکم اینها هم از بندها تشکیل شده و در قسمت اخیر اعضای تناسلیش واقع هست میبینین این قسمت شکم هست دارای قطعات مختلف و اعضایی که در داخلش گنجانیده شده خب دوستان این هم تصویر بعدی از ملخ است بسیار به طور واضح میتونین چشمهایش را شاخش را سرش را قسمت سینه بالهایش را ببینین و همچنان شکمش را که از قطعات مختلفی تشکیل شده خب دوستا میریم و زنبور اصل را هم در بخش حشرات مطالعه میکنه توری که میدانین زنبور اصل یک اشاره خیلی ها مفید که تولید اصل را به عهده دارد تصویر از زنبور اصل را میتونین مشاهده کنین که بارای یک گل قرار دارد. خب حشره مفیدی که زندگی اجتماعی داره واقعا زنبور اصل یک حشره خیلی مفید هست سایر حشرات شاید باعث آزار دادن یا اذیت انسان ها یا سایر موجودات شوند اما زنبور اصل به تولید یکی از مغذی ترین مواد غذایی یعنی اصل میپردازند و همچنان زندگی دست جمعی یا اجتماعی دارند یک ویدیوی کوتاه را از زندگی زنبور اصل با هم مشاهده بکنید. می‌بینید خیلی حشره زحمتکشی هم هست مثل مورچه ها ای هم زندگی اجتماعی اونا را در داخل کندوی زنبور اصل هر کدامشان به کار و فعالیتی که بر عهده دارن میپردازند ای هم جنس های مختلف یا کلاس بندی هایش است که او را مطالعه می این ای هم در بینشان ملکه هست ملکه ای زنبور های اصل هست که یک اندازه جسامتش بزرگتر هست می بینید این قسمت ملکه هست بقیه کارگرا هست ای تخم زنبور اصل هست که در حقیقت میره به طرف لاروا شدن تایی که برن و یک زنبور اصل بالغ را بسازن ای هم سایر کارگرها هست و ای هم هر واحد خانه هایشان هست واحد های بزرگتر برای مرکه اختصاص داده میشه و ای هم تصویر بعدی زنبور اصل زنبور اصل حشره ای است که خیلی با طبیعت رابطه خوبی داره یعنی همواره با گل و گیاهان شما میتونید زنبور اصل را مشاهده بکنید مشابه ملخ استحاله مکمل داره خب دوستا استحاله یا ریجنریشن نما برتون تعریف کردم تشریح کردم گفتم دو نوع استحاله داریم یا مکمل هست یا نامکمل اما زنبور اصل دارای استحاله مکمل هست استحاله یعنی تحول تغییراتی که از وقتی که یک موجود تخم هست یا لاروا هست تا وقتی به یک موجود بالغ تبدیل میشه استحاله میگن تصویر رو هم که مشاهده میکنین استحاله مکمل زنبور اصل را براتان نشان میده میبینین این زنبور بالغ هست این هم تخم ها هست که در هر واحد کندو گذاشته شده بعدا به لاروا تبدیل میشه ای لاروار جنس مزکر زنبور اصل پرورش میده برش مواد غذایی آماده میسه تا که آهسته آهسته بره و خود ای لاروا ها هم بالغ شود خب دوستان از لحاظ کار و وظیفه سه نو زنبور اصل داریم زنبور اصل را ما براتون گفتم زندگی اجتماعی داره و هر طبقه به طبقه بعدی محتاج است نیاز داره خب دوستان زنبور اصل از لحاظ طبقه بندی به سه نو هستند اول ملکه هست دوم جنس مذکر هست و سومین طبقه کارگران هست خب دوستا اولین طبقه ملکه هست جنسیت اوناس را داره و همچنان جسامتش کلانتر است همو بخش های هر ای در کندوی اصل که بزرگتر باشه به ملکه اختصاص داده میشه بعدا جنس مزکر هست وظیفش مشخص هست القاه تمام تخمه ها هست و جنس معنیسی که نابارور هست طبقه کارگران را تشکیل میده که وظیفه ساختن کندو پاک نگه داشتنش را داره و سایر وظایف را از جمله تولید اصل خب دوستا صادری دیاگرام هم شما میتونین همین طبقه بندی را به شکل واضح ببینین زنبور، ملکه، جنس مذکر و کارگران و تصاویرشان میبینین ملکه را که جسامتش تقریبا خیلی بزرگتر از ای دو طبقه دیگر هست طبقه کارگران هست و جنس مزکر هست ملکه وظیفه تخمگذاری را داره قبلا هم براتان گفتم جنس مزکر وظیفه القاه ملکه را داره خب یک سوال آیا تخمه هایی که توسط ملکه گذاشته میشه اگر القاه نشن میرن به طرف ساخت یک زنبور بالغ؟ حتما جوابتان هست بله در صورتی که القاه شوند جنس مذکر زنبور آینده را می سازند و در صورتی که القاه نشوند طبقه کارگران را یا جنس مؤنث نابارور را سازند خب دوستان وظیفه دو طبقه را هم فهمیده این هم تصویر بعدی هست که ملکه نشان در اطراف زنبورهای جنس مذکر و کارگران هست کارگران زنبوران عقیمی هستند که وظایف متعددی را دارند و به همین لحاظ هست که به نام کارگران یا طبقه کارگر یاد میشن. از جمله وظایف اینا ساختن خانه یا همو کندوی زنبور اصل هست و همچنان پاک نگه داشتن کندو از وظایف طبقه کارگر هست تصویر هم که مشاهده می کنین یک کندوی زنبور حسن را برتان نشان می که خیلی هم بزرگ هست ساختن این کندو با عهده زنبورهای طبقه کارگر هست ساختن خوراکی خصوصا برای چوچه ها یا برای لارواهای هر زنبور محافظت از ملکه و چوچه هایش. گفتم که نگهداری از چوچه ها تایی که این زنبور ها به شکل بالغ تبدیل میشن وظیفه کارگران هست زنبور های کارگر شیره گل ها را جمع آوری می دوستا شیره گل ها تنها به خاطر ساخت اصل نیست بلکه اینا با شیره گل ها خیلی مواد دیگر هم میتونن ترتیب بدن باز هم تصویر که مشاهده می کنین کار, کار دستجمی طبقه کارگر را برتان نشان می خب با تغییرات کیمیوی اول شیره گلها را به اصل تبدیل می شیره گلها را هر زنبول اصل می و با تغییرات مختلف و مرحله به مرحله ای که بالای او شیره وارد میشه ازش اصل تولید میشه. همچنان مواد سفیدی که برای لاروا می سازن. لاروا در اوایل تغذیه کردن هم مثل سایر زنبورهای بالغ بنابراین موادی که اونا استفاده میکنه را زنبورهای کارگر برش میسازن و سمخ یا موم ماده چسبناکی است که باعث میشه کندو ساخته شود خب دوستا این تصویر که مشاهده میکنین یک کندو را نشان میتن کندو بالا یک سطح چوب استوار هست و از طریق اما ماده سمغ یا مومانند هست که به این سطح چسبیده همچنان هر حجره کندو توسط همو مواد که کارگرها ساختن به همدیگر چسبیده و پهلوی هم قرار گرفته تا کندوی به ای جسامت تشکیل شود و همچنان این مواد سفیدی را که در داخل حجرات میبینین لاروا ازش تغذیه میکنه و به کمک همی کلان میشه تا ای که بالغ شود این مواد سفید را هم از شیره گلها طبقه کارگر است که میسازه و مهمترین محصول زنبور اصل که عبارت از اصل هست تصاویر هم مشاهده می کنین که اصل را نشان می و زحمت ای طبقه کارگر که هر کدامش با جسامت خیلی کوچک می که مقدار زیاد اصل تولید کنند. منبع خوراکی از اونا شیره گلها هست. که اول اینا میرن و یک جای مناسب مثلا یک باغ یا باغچه مناسب را برای خدانشان تهیه تحیه میبینن دوباره میرن بالای هر گل ها شیرهش را میمکن و در حقیقت معده خدانشان را از همو شیره پر میسازن و دوباره بکندو بر میگردن معده اصل همچنان استومک نکتار که در کتابتان ذکر شده مفهوم همو قسمت معده زنبور اصل رمیته که باید از شیر گل ها پرسازی شود و دوباره به کندو انتقال کند. خب دوستان باخ و باخشه ها جاهایی که معمولا زنبور های اصل درش دیده میشن. خب این اکتار تحت تاثیر انزایم های خاص می آید در قسمت دهن زنبورها چندین مرحله است که ای شیره تبدیل میشه مرحله اول مرحله ای است که از طریق دهن اینا چون انزایم های مختلف داره مثلا دهن و لعاب دهن انسان هم انزایم های مختلف داره در نزد زنبورهای اصل هم همی رقم هست انزایم های مختلفی در دهنشان واقع است که این نکتاری و این شیره را تغییر می ته. مواد قندی اولیه را از طریق همی که به نام های دکستروز و لولوز هست تشکیل میتن. هر دو لولوز و دکستروز که هست قند هست از لحاظ ترکیب کیمیویی. خوب دستا بعدا همی مایه یا همی شیره گل ها را در کندو اینا جا, جا میکنن و بعد از او باز هم مراحل تغییری که که یک مقدار آبش را تبخیر میکنن خب دوستا وقت شیره گل ها را خود زنبور ها میمکن او خیلی مایه تر هست دوباره وقتی که اونا را در کندو قرار میتن یک قسمت از آب اونا تبخیر میشه تا بتانه اصل را بسازن خب دوستان این در مورد اصل و مهمترین محصول زنبورهای اصل بود که براتان ارائه شد خب دوستا به خاطر اینکه که درس های خود را بیشتر ادامه بدین در جلسات بعدی هم با ما باشین تا جلسه بعدی از مکتب تمدن خدا نگهدار